در ابتدای برنامه نگاهی داریم به خبرهای حاشیه‌ای از تیم آمریکا در مسابقات المپیک امسال. مایکل فلپس دو مدال طلای دیگر به رکورد تاریخیش در المپیک اضافه کرد. او اینک صاحب 21 مدال طلا است. شناگر 31 ساله از نظر سنی بزرگترین شناگر برنده مدال طلا در تاریخ المپیک محسوب می شود. اما همچنان در دنیای ورزش می درخشد. او بعد از برد تاریخیش و شکست رقیب آفریقای جنوبی خود با تفاوت زمانی 400 ثانیه، ژست معروفش به تقلید از امپراتوری‌های روم باستان را درآورد و سپس از میان جمعیت عظیم تماشاگران و خبرنگاران گذشت تا نامزدش نیکول جانسون و پسرشان بومر را ببوسد. اما در میان نسل جدید شناگران آمریکایی، ستاره المپیک امسال کیتی لدکی است که شب گذشته دومین مدال طلای خود را برد. کیتی که متولد واشنگتن دی سی پایتخت آمریکاست، 10 سال پیش مایکل فلپس را در رویدادی در شهر پنتاگون در نزدیکی واشنگتن دید و از او امضا گرفت. عکسی که حالا در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته. آمریکا همچنین با تیم ژیمناستایش در المپیک امسال جلب توجه کرده. سیمون بایلز 19 ساله و دیگر اعضای تیم ژیمناستای آمریکا معروف به فاینال 5 شب گذشته مدال طلا را از آن خود کردند. سیمون بایلز از چهره‌های محبوب المپیک امسال محسوب می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی نیز مورد تمجید زیاد کاربران از جمله ستارگان فیلم و موسیقی قرار گرفته. زک افران بازیگر سینما در توییتر به سیمون تبریک گفته و در پست دیگری نوشته معلومه که دارم مسابقات رو تماشا میکنم که شاهد پیروزی فاینال 5 باشم. کیم کارداشیان چهره تلویزیونی در توییتر نوشته نورت دخترم با حیرت فراوان در حال تماشای سیمون است و روی تخت قط میزند تا از سیمون تقلید کند. Check out perfection. This is perfection. و لزلی جونز بازیگر فیلم جدید گوستباسترز که در حال حاضر در سینما هاست در یک واژه سیمون را خلاصه کرده. کمال. مراسم المپیک 2016 تا 11 روز دیگر ادامه دارد.